تروسکه صادقی همکارم با ما همراه شده. تروسکه، جزئیات این انفجارها، تعداد کشته ها، زخمی ها، تحولات در این ارتباط تا این لحظه به چه شکل است؟ آخرین گزارش ها اینه که دقایقی پیش نشست امنیتی به سرپرستی نخست وزیر عراق در مورد این حملات شروع شد. اما در مورد خود حمله، اینه که صبح قبل از ظهر امروز در میدان تهران و بابل شرقی در وسط شهر، مکانی که بسیار شلوغ بود و رفت و آمد زیاد اونجا وجود داشت، این انفجارها اتفاق افتاد. انفجار اول ساعت 10:20 به وقت بغداد بود و انفجار دوم 10 دقیقه بعد از اون. در نتیجه این انفجارها، همونطور که شما هم اشاره کردید، به گفته منابع رسمی 28 کشته و 73 نفر زخمی شدن، اما به گفته منابع غیر رسمی و خبرهایی که از بیمارستان ها میرسه، تعداد کشته و زخمی ها و قربانیان خیلی بیشتر از اینه. در هر صورت تعداد زیاد کشته ها موجب شده که وزارت بهداشت عراق با شرایط بد کرونایی که هست، وضعیت یعنی فوق العاده اعلام بکنه و از تمام نیروهاش خواسته که آماده باشند و منطقه تحت تدابیر شدید امنیتی است. تمام جاده منتهی به میدان تهران و یعنی بابل شرقی الان مسدود شدن. همونطور که شما هم اشاره کردید، هیچ گروهی مسئولیت حمله رو به عهده نگرفته، ولی خب مقامات امنیتی یا ناظران میگن شیوه حمله همون شیوه حملاتی بوده که داعش اون رو انجام میده. پس که واکنش ها چی بوده به انفجارهای امروز، حالا چه داخلی و چه خارجی؟ مسئله امنیت در عراق بسیار مسئله مهمیه که مقامات خارجی هم یعنی بارها در موردش صحبت کردند. در مورد انفجارات امروز، مقامات و شخصیت‌های عراقی هنوز یک به یک دارن اون رو محکوم می‌کنن. رئیس جمهور عراق در توییتی گفته بود که قاطعانه در برابر این اقدامات که موجب بی‌ثبات شدن امنیت عراق میشه می‌ایستن. ریاست پارلمان عراق، اکثریت احزاب، جناح‌ها و گروه‌ها بیشتر تمرکزشون در بیانیه‌ها بر این بوده که از ارتش، نیروهای امنیتی و دولت بخوان که خلأ امنیتی که در این کشور وجود داره اون رو پر بکنه، توجیهات رو در نظر بگیره. اقلیم کردستان عراق ابراز آمادگی کرده کمک بکنه به بیمارستان‌ها و زخمی‌ها. حمله به قدری وسیع و خونین بود که واکنش‌های بین‌المللی هم در پی داشته، از جمله اینکه رئیس پارلمان عربی اقدام تروریستی اون رو خونده و نماینده سازمان ملل در عراق، سفیر اتحادیه اروپا، وزارت خارجه ترکیه، سفارت آمریکا، ائتلاف بین المللی به یعنی ضد داعش، حتی اونها هم پیغام دادن، بیانیه دادن و این اقدامات رو، این حمله رو محکوم کردند. برای ثبات و امنیت از مهمترین چالش ها بوده برای نیروهای امنیتی حتی دولت در عراق همیشه. در رسانه ها به این موضوع در سایه تهدید ترور چطور پرداخته شده؟ همونطور که شما هم اشاره کردید، بله، وضعیت امنیتی عراق ثباتی یعنی در اون دیده نمیشه و این مسئله خیلی موجب نگرانی مردم شده. انزجارشون و خشمشون در فضای مجازی امروز داریم اونو میبینیم. در چند روز گذشته با سخنگوی ائتلاف بین الملل ضد داعش ایران اینترنشنال صحبت کرد و اونا تاکید کردن که هنوز اینجا خلای امنیتی وجود داره، خصوصا تهدید گروه های تروریستی مثل داعش. اینکه با اینکه اونا الان نمیتونن خاکی رو، زمینی رو، مکانی رو در کنترل بکنن مثل قبل، این توانایی رو ندارن، ولی هنوز میتونن حمله بکنن به نیروهای عراقی، به مردم. از طرف دیگه اوضاع سیاسی عراق مستقیما تأثیر گذاشته بر امنیت این کشور. یعنی مسئله اصلی این است که انتقاداتی که به دولت میشه، نتونسته سلاح رو از دست گروهای مسلح غیرقانونی جمع‌آوری بکنه، یک ارتش واحد وجود داشته باشه، یا راکت پراکنی هایی که به مواضع نیروهای خارجی انجام میشه، همه اینا باعث شده که انتقادها به دولت باشه و اینکه همه این یعنی مشکلات باعث شده که خلأ امنیتی اینجا به وجود بیاد و این خلأ امنیتی به این آسونی فعلا پر نشه.